نهایی شدن توافقنامه آمریکا با گروه طالبان افغانستان را در آستانه یک تحول عمیق و تاریخی قرار داده است. آمریکا قرار است از افغانستان خارج شود. گروه طالبان در نقش تازه وارد عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور شود و بدون تردید روابط افغانستان با کشورهای جهان و منطقه دچار تغییرات بنیادی خواهد شد. مهمان من در این برنامه سالهاست در عرصه روابط خارجی افغانستان کار کرده، از سیاستگزاران ارشد وزارت خارجه بوده و تز دکترایش از دانشگاه ملی استرالیا بی‌طرفی در سیاست خارجی افغانستان است. دکتر نصیر اندیشه سفیر کبیر و نماینده افغانستان در ژنو است. دکتر اندیشه سفیر افغانستان در ژنو، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. توافقنامه آمریکا و طالبان در آستانه امضا شدن است و نیروهای خارجی به صورت عمده به نظر میرسد که افغانستان را ترک میکنند، به شمول نیروهای آمریکایی. به صورت عموم نظرتان چیست در مورد توافقنامه و ای که با توجه به اینکه شما سالها در مورد بی‌طرفی در سیاست خارجی افغانستان تحقیق کردین، آیا نتیجه این توافقنامه یک نوع بی‌طرفی در سیاست خارجی افغانستان به صورت عمیق و بنیادی خواهد بود؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. خب بس از این که ایالات متحده آمریکا نیرویش از افغانستان خارج کنه، فکر میکنم بس تازه نیست. سال 2009 در زمان رئیس جمهوری آقای اوباما تصمیم گرفته شد که دوره انتقال صورت بگیره، نیروهای افغان آماده گرفتن مسئولیت ها شوند و نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو بعد از افغانستان خارج شوند. خب تحولات بعدی را که ما شما شاهد بدیم باعث از این شد که این خروج در یک مرحله متوقف شوه و نوعیت ماموریت ها تفاوت کنه. یعنی به احساس که بحث برآمدن و خروج نیروهای آمریکایی همیشه یک بحث مطرح بوده و ثابت هم شده. ولی باید پذیرفت که هیچ وقت آمریکا تا این حد نزدیک به خروج کامل از افغانستان نبوده. آقای خلیلزاد در مورد یک جدول زمانی صحبت میکنه که در نهایت منجر به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان میشه و حتی به نظر میسته که توافق صورت گرفته. در مورد مدت زمانش هنوز صراحت وجود نداره. در گذشته هم قراری بود که فقط نیروها محدود بر حدود کمتر از 2000 در داخل چارچوب سفارت ایالات متحده آمریکا باقی مانه، ولی او وقتی که جنگ ها در قندوز شدت گرفت در سال 2016 فکر میکنم که او پروسه به اصطلاح متوقف شد. ولی بحث از این که باید نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و نیروهای ناتو یک بحث اساسی است. یعنی در هر ملت در یک مرحله ضرورت داره که باید خودش مسئولیت امنیت خودش به عهده بگیره، ولی که در چه زمانی فکر میکنم این بحث بسیار مهم است و این که آیا در داخل یک موافقتنامه با طرف طالبا این خروج انجام میگره، فکر میکنیم این جای سوال است و این یک موضوع اساسی است که افکار هم متخصصین سیاست خارجی را، هم نظامی های فعلی و سابق ایالات متحده آمریکا را و ناتو را فکرشان به خود مشغول داشته که آیا زمان و خروج است و اگر این خروج هم صورت میگیره چه توانایی های آمریکاییایی که گویا اگر باقی میمونن یا نیروهایی که برای حمایت از نیروهای افغانستان باقی میمونن ایره داشته باشن. شما اشاره میکنین به آن صحبت هایی که سفرهای قبلی افغانستان در سفرهای قبلی آمریکا در افغانستان داشتن و اینکه مخالفت خود ابراز کردن با خروج نیروها. جنرال های آمریکایی میدونیم مخالفین بسیار زیاد در داخل آمریکا هم داره، ولی رئیس جمهوری آمریکا ظاهرا تصمیم داره که این کار انجام بده. اگر فرض کنیم که این کار انجام میشه، سوال من این بود که با سیاست خارجی افغانستان چی تاثیر میگذاره و روابط افغانستان چی شکل میتونه بته؟ بی‌طرفی یا ای که استقلال واقعا آنچه که بعضی از گروه‌های مخالف دارن صحبت میکنن؟ خب دو دیدگاه همیشه در بحث سیاست خارجی افغانستان مستقل، افغانستان بعد از اینکه بعد از سال 1990 این دو دیدگاه مشخص وجود داشت. دیدگاهی بوده که افغانستان همیشه باید تداوم سیاست بی‌طرفی را که در جنگ اول و جنگ دوم جهانی گرفته به شکل
بسیار جدیش مراعات میکرد به اساسی که در یک منطقه بسیار خطرناک و اساس قرار داره و همیشه مشکلاتی که در افغانستان بوده ای افغان ها باعث از این نبودن. نزدیک شدن دولت های افغانستان با زیادتر با یکی از قدرت ها که باعث به اصطلاح آلارم قدرت دیگه شده و مداخله کرده، این یک دیدگاه اینجا وجود داشته. دیدگاه دومی بوده که خب نه، افغانستان باید یک طرفه، با یک طرف قوی، با یک طرف قدرتمند یک جا شود و بتونه به اصطلاح در معاملات سیاسی جهان خودش به اصطلاح به یک طرف داشته باشه و از او پیروی بکنه. همین خاطر بود که دیدگاهی وجود داره که گویا در یک مرحله که زمان سردار داوود خان است، وقتی که رئیس جمهور میشه، میگن که این پله توازن زیادتر به سمت اتحاد جماهیر شوروی نزدیک میشه، باعث از این میشه که توازن برهم میخوره و 1997 هنوز بحث بی‌طرفی ملاخمند است. کم صحبت بکنیم این که مثلا به عنوان مثال رابطه افغانستان با هند و با پاکستان که هر دویش در حقیقت میراثدار هند بریتانیایی هستند و عضو یک اتحادیه بودند، حال افغانستان در معرض رقابت این دو کشور قرار دارد. تحولات افغانستان بیشتر تحلیلگرها باور دارند که مخصوصا ناامنی از این ناحیه منشأ میگیره، از رقابت هند و پاکستان. معمولا افغانستان تصور میشه که به هند علاقمند است، مردم افغانستان اینا که نزدیکی کنن با توجه به رقابت هایی که با پاکستان داشتن. این موضوع بعد از خروج نیروهای آمریکایی چه رقم شکل میگیره در افغانستان، چه قسم تحول میکنه و چی راه حل برش وجود داره؟ به طرفی میشه دو طرف میداشته، دو طرف بزرگ. افغانستان تنها بس هند و پاکستان که نیست، بس های بسیار بزرگ دیگه هم هست. ولی در جریان تحقیقاتی که من داشتم، من با هم با مقامات به اصطلاح اسبق هندی و هم پاکستانی صحبت های داشتم، یک دیدگاه عمومی وجود داره که شاید به طرفی به دید کلاسیکش نی، ولی یک توازن منافع، یک توازن منافع افغانستان خودش باید که به سطح ملی یک دیالوگی وجود داشته باشه که ما منافع، چون کشور حال هیچ امکان نداره که شما در آیسولیشن یا در یک تجرد زندگی کنین. ملمدار به خاطر روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چیز دیگه ای که هست شما ارتباط برقرار میکنین. ما ارتباط تجارتی ما با پاکستان یک چیز بسیار جدی و ضروری است، ایران ما میفهمیم، و ارتباطات فرهنگی و اقتصادی بزرگ ما با هند هم مهم است. ولی توازن در این روابط که شما در این زمانی که بتونید رابطه اقتصادیتان به شکل خوب نگاه کنین، در مسائل سیاسی و امنیتی یک توازن را قسمی مد و اصطلاح با وجود بیارین که هر دو طرف لااقل، حد لااقلشی است. ملندار منافع مشروع اقتصادی کشورها در کشورهای دیگه وجود نداشته باشد، مثل که از ما در پاکستان اومده هند وجود داره، از هند و پاکستان هم در افغانستان وجود داره. همین منافع را چطور ما بتونیم اول تعریف کنیم در خود افغانستان؟ وقتی که تعریف کردیم، بریزی یک محدوده تعیین بکنیم که خب محدوده منافع مشروع پاکستان در افغانستان این چیزا هست، محدوده منافع مشروع هندستان ای است، و در سیاست خارجی ما بعد دو طرف بفهمونیم صحبت بکنیم. ولی افغانا بیشتر به هند علاقه مند هستند، شکایت یا گله‌ای که در خط پاکستانیا دارن و ای که یک خب حالا بحث همین سوال شده که چرا درست است نه؟ اگر مثلا افغان ها بر هند علاقه مند هستند، به خاطر ازی است که مداخله مستقیم هند در امور سیاسی و امنیتی افغانستان وجود نداره، یک چیز بسیار واضح است. ولی این یکی خب بحث عام مردم است که مردم عام ما شما هستند که دیدگاهشان ملمدار منشأ میگره از تحولات تاریخی گذشته که ما داشتیم، مشکلات کمره پاکستان داشتیم، عین قضیه بین خود هند و پاکستان. ولی یکی دید وظیفه سیاست خارجی، وظیفه سیاست خارجی است که شما چطور امو فضای پیرامون تا فضای بین المللی پیرامون قسم عیار میکنین که منافع ملی تان در چارچوب تحولات بیرونی تنظیم شوه و تمثیل شوه و بر رفاه اجتماعی مردمتان به درد بخوره. برمیگردیم به توافقنامه طالبا و آمریکا. این سناریو تشبیه میشه با سناریوی های گذشته که در تاریخ افغانستان اتفاق افتاده، مثلا آنچه که در وقت خروج نیروهای شوروی از افغانستان و دولت دکتر نجیب در سال 1992 اتفاق افتاد و تلاش های دیگه که برای برنامه سال در افغانستان به صورت وجود داشته. آیا یک تلاش بسیار متفاوت جدی است و تکرار سناریوهای گذشته احتمالش وجود داره؟
خب بلدار ما از گذشته باید درس بگیریم. یک چیزی بسیار اساسی و مهمی است که زمان عزی است. ما شخصا خودم مدت زمانی که فارغ دارم امی تمام موافقتنامه‌ای را که ما از سال 1998 از موافقتنامه ژنو تا امروز داشتیم موافقتنامه بسیار جدی هستند. تمام جزئیات فکر می‌کنم موافقتنامه ژنو قدر جزئیات داره که شاید بسیار به درد ما بخوره. امروز رو مطالعه کنیم. بعد از او در مکه مکرمه بودم. موافقتنامه اسلام آباد است، پشاور است، کابل است، چندین جای دیگه موافقتنامه صورت گرفته که تحولات 30 سال افغانستان از سرش به استرادم جدی درک میکنه. آیا ای که ای میتونه یک مثال به اصطلاح یک مثال دیگه خراب ما داشته باشیم، یا ای که ما با درس از گذشته میتونیم که طبیعت منفیه این موافقتنامه را کار موافقتنامه میتونه طبیعت مثبت منفی داشته، طبیعت منفی ازیره به حد اقلش برسانیم و ازی به اصطلاح یک فضایی که به وجود آمده که معلوم داره یک فضای بحران است، یک فضای تنشن است، بتونیم از این مرحله بسیار خوب عبور کنیم و به اون طرفش و یک صلح برسیم. گفتم با درسایی که از گذشته گرفتیم. یک چیز بسیار مهم است که این نیست که مثلا برای ما صلح هر ایالات متحده آمریکا یا پاکستان یا روسیه یا هند برمغان باید بیاره. اونا کار خودشان رو در سطح دیپلماتیک انجام میدن، ولی وظیفه ای است که مدیریت ازیره، رهبری ازیره باید ما بگیریم. ولی شاید کسی بگه خب رهبری نمیتونید، باید بگیریم و تلاشایی که فعلا وجود داره همی است که باید رهبری ازی پروسه به دست خود افغان ها قرار بگیره. مرحله بعدی مرحله مذاکرات بین خود افغان ها است و اینجا باز در تاریخ من فکر میکنم که بسیار مشکل خواهد بود که ما باز بریم و خارجی ها را ملامت کنیم. فکر میکنم زمانی است که ما باید با هم بشینیم و از این فضا استفاده کنیم. شباهت های با تلاش مخصوصا به توافقنامه ژنو شما اشاره کردین که بازم دولت افغانستان حضور نداشته به طرف میز مذاکرات، چقدر نگران کننده است عدم حضور دولت افغانستان در این مذاکرات که بر سرنوشت به هر حال صلح افغانستان صورت میگیره؟ خب یک درس ها همی است که درس هایی که در روز گذشته وجود داشته، طرف های جنگ باید صلح کنه. در اون زمان هم یک موافقه بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت که خب شما هم سلاح نتین، باز ما هم نمیدیم. طرف های جنگ باید با هم بشینن و با هم صحبت بکنن و در آخر وقت این دو طرف جنگی است که باید به نتیجه صلح برسه. و فکر میکنم یک درس بسیار اساسی ایش است که حکومت افغانستان در مجموع امو استیت افغانستان یا امو ساختار دولت افغانستانی که از سال 2001 به این طرف به وجود آمده، این همی ساختار عمومی ما شما که شامل تمام نهادهای دولت میشه. تنها خود حکومت محدود است. بله. حکومت تنها این هم کسایی در حکومت کار میکنیم است. ولی دولت وقتی که میشه تمام ساختارهای اینستوشن ها به اصطلاح نهادها میشه. این همی نهادها یک طرف از این قضیه هستن که یا نمایندگی از امو مفکوره یک نظام جمهوری، از یک مفکوره شهروندی میکنن و طرف مقابلش مالندار گروه طالبا هستن که اونا هم با یک ایدئولوژی میجنگن و دو طرف باید با هم بشینن به نتیجه برسن که از اون چیزی که شما به اشاره میکنین مذاکرات بین افغانی بش گفته میشه که ظاهرا در توافقنامه بین آمریکا و طالبا هم موکول شده چیزای زیاده، تحولات تصمیمای زیاده در مورد نظام سیاسی افغانستان، در مورد نام جمهوری یا امارت اسلامی که ظاهرا در توافقنامه آمریکا وجود داره. چقدر احتمال از این وجود داره که موفقیت داشته باشه؟ یعنی موفقیت به معنای ازی خود بود برای مردم افغانستان که صلح برقرار شه و یک از دستاوردهایی که وجود داره. ببینید یک بعضی اوقات همین اصطلاحات میتونه بسیار زیاد گیج کننده باشه و میتونه که به اصطلاح یک ادبیات تازه را وجود بره. خود بحث بین الافغانی به این نوعی که مطرح میشه و فکر میکنم که یک بحث مناسب نیست، یک جفا است. مذاکرات بین الافغانی به این نتیجه میده که هیچ ساختاری وجود نداره. افغان ها از هر طرف جنگی که هستن با هم جمع میشن و صحبت میکنن. این ابسار یک چیزی به اصطلاح باز است، یعنی چیزهایی وجود دارد. حالا با یک ایدئولوژی مشخص خودش جنگ میکنه، نمایندگی از یک ایدئولوژی میکنه، نمایندگی به اصطلاح از یک نوع مفکوره برای حکومت سازی. در آخر وقت تمام مسائل قدرت و حکومت کردن است. درست است؟ این طرف هم که است، اینجا هم نمایندگی از یک سلسله ارزش ها و اصول که بر اساس قانون اساسی فعلی افغانستان به اصطلاح استوار است نمایندگی میکنن. این که مخالفین سیاسی نظام هستند، کسایی که اعضای پارلمان هستند یا نمیفهم کاندیدای ریاست جمهوری هستند، ولی تمامشان در مجموع از یک چتر نمایندگی. به این معنی که زیادتر این مذاکره بین دو دیدگاه است، یکی مذاکرات افغان هایی در نظام هستند، یکی مذاکرات افغان هایی که در او طرف با طالب ها هستند.
یعنی این زیاتر میشه که این رقم برش بگیم تویی که مذاکرات بین الافغانی. بین الافغانی فکر میکنم یک واژه ای است که نفهم چرا سر زیاد فکر نشد. اینال دی نمیجا نتیجه اصلی، صحبت اصلی، بحث اساسی دمی در این مذاکره میشه. ولی این که زمینه های از این بحثه چی چیز میتونه هموار بسازه، چی چیز میتونه ایره به اصطلاح برای یک بحث عاطفی بکشانه، چی چیز میتونه که فضا را قسمی بسازه که در اینجا باید یک فضای داد و ستد وجود داشته باشه. طالب با این دیدگاهی که گویا خب ما از آمریکایی‌ها تعهد خروج گرفتیم، ای که باز خارج شدن یا ای که به دیدگاه های ما را مردم میپذیره یا ای که اگر نشد خیاب بیزو میبره. شما به نحو نماینده دولت رئیس جمهور اشرف غنی هم هستین در سوئیس. بحث بر سر عزیز که هیئتی که از طرف دولت افغانستان معرفی میشن که در مذاکرات باید شرکت کنن، که البته طالبا پیهم تاکید دارن که حاضر نیستن به عنوان نماینده های دولت با اینا مذاکره کنن، بلکه به عنوان نماینده بیشتر آنچه که شما میگین که نظام شاید یا به صورت عموم گروه های سیاسی متفاوت. آیا رئیس جمهور اشرف غنی آماده است که این هیئت باشه که نمایندگی بکنه از همین افغانستان یا نظام سیاسی به صورت عموم، از گروه های مختلف سیاسی و اینها؟ ظاهرا در این مورد مشکلات و اختلافات زیاد وجود داره. خب تا جایی که معلوماتی که شما دارین و معلوماتی است که ما هم دارم، که ترکیب هیئت یک ترکیب مشوره شده ای هست که با تمام به اصطلاح المنت ها یا عناصر وقتی که ما نظام میگیم، چون کسی که در سیاست امروز فعال است، امروز اگر ما سفیر هستم فردا نیستم ولی قسمتی از نظام هستیم، با اینا مشوره صورت گرفته و هیئت یک هیئتی عمل شمول خواهد بود. یعنی هیئتی خواهد بود که به نمایندگی از قشرهای متفاوت، مفکوره ها، ذهنیت ها و دیدگاه های متفاوت کسایی را که داخل نظام افغانستان هستن خواهد کرد. این هیئت یک هیئت بزرگ و هیئت عمل شمول خواهد بود، بخاطر از اینکه فرضاً اگه احتمالاً اوتو نباشه که نیست، خدای ناکرده، این که باز ما به بحثی به نتیجه نمیرسیم. اگر هیئت ابسام مشخصی باشه که فرضاً نمایندگی تنها از تمام گروهی ها نکنه، اگر این مذاکرات بین الافغانی به نتیجه نرسه، با توجه به سناریوهایی که وجود داره فعلا و آمریکا و طالبان در حقیقت توافق خود کردن، او پروسه پیش خواهد رفت، پیامدش چی است برای افغانستان؟ من فکر میکنم که هدف اساسی تمام طرف هایی که طرف دولت افغانستان است و از ظاهر معلوم میشه که از طرف طالبان میتونه است که پیامایی را که میتن لااقل پیام های شفاهی و تحریرشانی است، ولی پیام های واقعیشان متاسفانه که انفجار انتحار است، که ما میخواییم به یک نتیجه برسیم. ولی بحث از این که شاید این مذاکرات در یک مرحله به نتیجه نسه، مذاکرات بسیار ساده ای که وجود داشته، مذاکراتی که به اصطلاح امو اوتکمش بسیار ساده تر بوده که بین ایالات متحده امریکا و طالب ها صورت گرفت، نو دوره در بر گرفت. ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شد، تقریبا یک سال در بر گرفت که او هم سر موضوعات بساز به اصطلاح هم بزرگتر و ولی ساده تر به نتیجه رسیدن. موضوعات داخلی افغانستان مغلقتر، بحث جدیتر و اینکه تا دو سه هفته دیگه بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطرح است و نمیخوایم وارد جزئیات بحث شویم که یک مقدار ما را از بحث صلح منحرف میسازه. دستاوردهای 18 ساله که در افغانستان مطرح است، حقوق زنا، آزادی بیان، حقوق بشر، اینا چیزایی هستند که نگرانی زیاد در موردشان وجود داره که بعد از توافق آمریکا که نهایی شده و مذاکرات بین الافغانی که یا به صورت با جزئیات مورد بحث قرار بگیره. شما در سوئیس در سازمان ملل با نهادهای حقوق بشر در حقیقت سرکار دارین، در ژنو مرکز حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هست، چی نگرانی ها رو مطرح کردین، چی میکنین برای ازی که بحث حقوق بشر افغانستان همچنان در رأس آجندای جهان قرار داشته باشه؟ خب دو موضوع است. یک موضوع ازی که ما به حیث یک عضو شورای حقوق بشر سلسله مسئولیت ها رو داریم، اولین بار است که افغانستان در یک نهاد بسیار مهم و معتبر عضویت داره، نه تنها به اصطلاح از کارکردهای حقوق بشری خودش گزارش میده، بلکه کارکردهای حقوق بشری کشورهای دیگه جهان هم بررسی میکنه، نظر میده و جدا به اصطلاح در او مسائل دخیل است. ولی یک مقطع خاص است که نگرانی وجود داره که این تحولات جدید، مخصوصا خروج نیروهای خارجی، جنگا رو تشدید بکنه و احتمال خطرات برخوردهای قومی
تصفیه های قومی، جنجال هایی که از گذشته وجود داشته و همچنان وجود داره. افغانستان کشور متنوع است. چی هست اما حس شما به عنوان نماینده دولت افغانستان که با نهادهای معتبرترین نهادهای حقوق بشری صحبت میکنین، چی میگین بر از وا چی نگرانی را مطرح میکنین؟ خب مثلا نگرانی را که ما مطرح کردیم در جریان بحث یو پی آر افغانستان یا گزارش دوره‌ای است که افغانستان در سطح مسائل حقوق بشری، فرضاً یک مثال براتون میگم که 90% پیشنهاداتی را که برای بهبود امی گزارش دوره‌ای ما وجود داشت ما قبول کردیم، فقط 2-3% از این رنگ بسیار کوچک بود. یعنی در بین کشورها امو ریکارد حقوق بشری افغانستان یکی از خوبترین ریکاردها است. خب مشکلاتی وجود داره که در اواخر خصوصا زیاد شده، تلفات ملکی و بعضی جنجال های دیگه هم وجود داشته، ولی شما احتمالاً تنها از نظر قوانینه دیگه، چون وضعیت حقوق بشری مردم خب وضعیت افغانستان وضعیت از بدترین حوض دنیا خب دیگه. اینا یکی بحث ازیست، وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان از دید ازی که یک حکومت چه مسئولیت داره، درست است؟ یعنی ما تامین امنیت ما مشکلات بسیار بزرگ حقوق بشری در سطح جهان وجود داره که انواع آزادی های انواع کنوانسیون ها و به اصطلاح قوانینی را که ما به او خود به اصطلاح شامل از او هستیم و خود ملزم میدانیم، او را افغانستان بجای کرده. ولی این تشویشی که وجود داره، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از مشکلاتی که در افریقا و بسیار کشورهای دیگه به وجود آمده، میکانیزمای برای پریونشن یا برای پیشگیری از خطیای بسیار سریع کلان حقوق بشری که مثل قتل عام، یعنی کشتار جمعی، از جنجال های دیگه که نقض سریع حقوق بشر و بحث های بسیار جدیتر از اینه که در گفتم در جای دیگه تجربه داشته، برای این میکانیزمای وجود داره. این ما خوبی ازی که افغانستان روز سازمان حقوق بشر هستی است که دوامدار ما با سازمان، مثلا خصوصا در قضیه اخیری که هموطنان ما شما در یک محفل عروسی طرف حمله قرار گرفته، این یک مسئله بسیار جدی است که در همین شورا ما او را تعقیب میکنیم. یعنی این چیزا بسیار بسیار عادی نشن. در مورد بحث هویت کوتاه در افغانستان صحبت میکنیم که افغانستان کشور متشکل از اقوام مختلف است، تنوع عجیب متفاوت داره، ولی خب بحث تنوع قومیش واضح‌تر است و سر ساختار سیاسی و اجتماعیش هم تأثیر داره. خروج نیروهای آمریکایی چه تأثیر نیروهای آمریکایی و همین تحول جدیدی که ورود طالبان چه تأثیر بر از نظر اجتماعی بر هویت اجتماعی افغانستان و بحث اقوام، ما 4 قوم کلان، پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، بعد اقوام دیگه هستن، اینا روابط پرتنش داشتن، مشکلات زیاد بینشان وجود داشته، تعادل این قوا و تعادل اجتماعی چه قسم برهم میزنه یا بیشتر میسازه؟ این تحول چی برداشت شما چی است؟ خب یک فکر میکنم که گذشته ما، خصوصا اگر از گذشته دور بیاییم، این تفاوت ها و اصطلاح شگاف های قومی را به اندازه ای که تشویش بزرگتری را که مثلا کشتارهای مشخص و جنگ های مثلا جدی در سطح مسائل قوی مطرح شده را برای ما تجربه گذشته ما نشان نمیده. آیا که چطور باز ما از این گذر کنیم و به یک هویت بزرگ و جمعی که بتانه منافع همگی در او تنظیم شود، او همی به اصطلاح دولت ملت است یا ملت دولت است، هر تعریفی که دانشمندان خصوصا در قسمت مسئله افغانستان میکنندش، او همی است. همی است که در شما دو سه چیز بسیار اساسی است که باعث همی مثلا نزاع و جنگ ها میشه. یکی خب نزاع اساسی سر قدرت است، سر قدرت های کشور است. یکی طالب هم امروز جنگ میکنه، این بحث جدا است که ما میخوایم نیروی خارجی بره یا ای بره یا اونا بره، این بحث در آخر وقت بحث اساسی موضوع قدرت است. دومش جنجالی در کشورهای مثل ما میباشه همی عدم مدیریت یا سوی مدیریت تکثر است. شما یک کشور دایورسیفای متنوع هستین، وقتی که مدیریت تنوع خوب مدیریت شوی است. سیامش بازم عدم یا به اصطلاح مدیریت سوی توزیع منابع به اصطلاح طبیعی و همی به اصطلاح منابع مالی و اینا هست. یک سوال آخر در موردی که آیا این تیوری تثبیت میشه که با خروج
آمریکایی ها و نیروهای خارجی از افغانستان، افغانستان خارجی ها را قبول نداره. یعنی به صورت تاریخی بحث یک تعداد مورخین غربی هم است که این سرزمین نیست که خارجی ها را بتانند بگیرند و کنترلش کنند. خب امی این فکر میکنم که مختص بر هیچ کسی خارجی، هیچ کسی دیگه. شما وقتی تعریف خارجی و داخلی میکنین، مثلا اگر جالب است در قضیه افغانستان، هیچ کسی نمیگه که ما دوست داریم یک کس دیگه یک از خارج به کشور ما باشن. یعنی این بخی طبیعی است که انسان ها و خصوصا ملت ها نمیخواین که یا باشن. ولی ما با بونمو تعریفی که گویا گورستان خارجی ها و گورستان امپراتوری ها است موافق نیستم. ما مجبور هستیم که ضرورت داریم مثل یک انسان قرن 21 که با جوامع بیرونی زندگی کنیم. هدف همی است که چقدر ای بتاره از طرف بیرون دکته شوه و چقدرش ما جور کنیم. خارجی زمان شما همیشه متوجه باشین، زمان مردم های بیرون به افغانستان آمدن که مشکلات داخلی ما از مرزهای ما گذشته. هر باری که مشکل داخلی ما یا یکی از مرز گذشته، جنگ اول، جنگ دوم، اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، زیادتر وقتی که سفارت روسیه به اصطلاح سفارت روس ها می آید، زمانی که انقلاب ثور به اصطلاح میشه، بعد از او یک روس ها احساس میکنن یا برشان گفته میشه از طرف کمونیست ها که گویا قرار است در اینجا یک تحول بزرگی بیاید و شما نفوذ از دست بدین، وقتی که بن لادن حمله میکنه آمریکای در اینجا مهن. یعنی هر باری که داخل افغان ها بین خودشان جور نامدن، فضا را بر آمدن خارجی ها مساعد ساختن. یعنی این بحث ازی که گویا ما گورستان نمیفهم امپراتوری ها، فکر میکنم که این یک مقدار رومانتیسیزم است و ازی باید برای این دیدگاهی باشه که مثل گفتم انسان قرن 21 باید که تعامل خود همراه زمان ما که خارجی میتونیم تعامل برابر بکنیم که ما اول میان خود جور بیم. به قول مورخین غربی که نه میخواین افغانستان را قدرت های بزرگ خودشان بگیرن، نمیگذارن کس دیگه بگیره، یا ای که قول معروف است میگه دور نرو که میخورید، نزدیک نبیا که خوشم نمیای. نصیر اندیشه سفیر افغانستان در ژنو، تشکر از شما. ممنون. سلامت بخیر.